وزارت کشور عراق از اجرای یک طرح چند مرحله‌ای برای تأمین هرچه بهتر امنیت مرزهای این کشور با ایران و ترکیه خبر داد. همکارم در رابطه با این خبر گزارش تهیه نموده که ما هم می‌بینیم. محمد عبدالوهاب سکر، فرمانده مرزبانی عراق، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری عراق از یک طرح دو مرحله‌ای برای تأمین امنیت مرزهای عراق و ترکیه خبر داد. این مقام عراقی در ادامه با بیان اینکه همه مرزهای عراق با 6 کشور همسایه بر اساس معاهدات ترسیم شده گفت که طول مرزهای کشورش با کشورهای همسایه بیش از 3714 کیلومتر است که طولانی ترین آن 1493 کیلومتر با ایران است. فرمانده مرزبانی عراق با اشاره به مرز ایران و عراق در اقلیم کردستان عراق از انجام اقداماتی در مرز دو کشور در سلیمانیه در دو سال گذشته خبر داد. او گفت که نیروهای امنیتی در مرز دو کشور تقویت و تیپی برای تأمین امنیت مرزها تشکیل شده که مقر آن شهر حلبچه است. سکر همچنین گفت که 70 تا 80 درصد احداث 91 پاسگاه در نقطه صفر مرزی تکمیل شده است. فرمانده مرزبانی عراق در ادامه گفت که تفاهمات مهمی با دولت محلی در سلیمانیه و ایران برای کنترل این مناطق صورت گرفته است. او در ادامه گفت که نیروهای مرزبانی عراق بسیاری از مناطقی در اربیل که از سال 1991 نتوانسته بودند به آنها برسند را تحت کنترل خود درآوردند که به کاهش بسیاری از مشکلات و تنش میان عراق و ایران انجامید. فرمانده مرزبانی عراق گفت که یک کمیته عالی امنیتی به ریاست قاسم العرجی، مشاور امنیت ملی عراق و عضویت مرزبانی عراق به نتایج مهمی در رابطه با مرزهای مشترک ایران و عراق دست یافتند. سکر گفت که قرار بود برخی از گروه های مسلح مخالف دولت های همسایه در اردوگاه های تجمیع شوند و سازمان ملل متحد نیز یا برای آنها فرصت شغلی ایجاد کند یا آنها را انتقال دهد. فرمانده مرزبانی عراق همچنین با اشاره به مرز ترکیه و عراق به طول 362 کیلومتر که 300 کیلومتر آن در استانهای اربیل و دهوک واقع شده گفت که هرگز پاسگاهی برای کنترل نوار مرزی دو کشور که صعب العبور هستند وجود نداشته که این موضوع منجر به فعالیت افراد مسلح غیرقانونی شده است. سکر گفت که عراق به دنبال احداث استحکامات در نقطه صفر مرزی با ترکیه است تا از هر گونه تهدید علیه آنکارا جلوگیری کند، اقدامی که به تلاش و بودجه نیاز دارد. او همچنین با بیان اینکه ترکیه در اراضی عراق در عمق‌های مختلف نفوذ می‌کند و ارتش ترکیه در خاک عراق نیز مراکزی دارد گفت که فرماندهی مرزبانی عراق تنها مرجع رسمی در این کشور است که مسئولیت کنترل مرزهای عراق را بر عهده دارد.